اون بر بچه و بخوره، برای شما هم تکرار بشه این ماجرا. ببینید، کنکور، روز کنکوری که انشالله تشمی میارید که یه اتفاق خوبی برای زندگیتون رقم بزنید، ساعت مثلا 8 صبح شروع میشه، بر فرض ساعت 12:30 به ظهر درست شد. باز هم عرض میکنم با توجه به وعده وعید و قولی که با هم دیگه دادیم، قرار بر این شد که ما همه چیزمون شبیه به روز کنکور باشه. ازتون خواهش میکنم تو همون زمان کنکور، ببینید بچه ها، ایرادی نداره اگر شرایط برای ما با توجه به مسئله کرونا شرایط استانداردی از نظر کنکوری تو آزمون‌های آزمایشی نیست، اشکال نداره. من و تو که قربون قدرت بشم میتونیم این کارو خودمون انجام بدیم، درست شد؟ سعی کن که رأس ساعت 8 استارت بزنی، مثلا 5 دقیقه بعدش استارت بزنی، اون برام رأس ساعت 12 تمومش بکنی. اینی که شما بخوای آزمون به جای 4 ساعت 6 ساعت بدی که فایده ای نداره، استاندارد کنکور نیست. اینی که شما بخوای هی وسطش بلند شی هی بری بیای که تو استاندارد کنکور نیست، قربونت بشن. فرض کن دقیقاً بچه کنکوری هستی، اینی که ساعت 10 شروع بکنی به قول من زدن تستا که استاندارد کنکور نیست، در همون تایم قشنگ رأس 8. پس مستلزم اینه که زودتر بلند شی. حتی ازتون خواهش میکنم لباس رسمی بپوشی، لباسی که قرار باش برید سر آزمون. بر فرض مثال کفش میپوشیم، چه میدونم، لباس تنمون قشنگ تر و تمیز میشینیم، با یه لباس رسمی میشینیم. مثلا شاید من که دارم میام اینجا سر کار یه لباس رسمی میپوشم، شاید تو خونه مثلا این تیشرت راحت تنمه، درست شد؟ لباس رسمی رو بپوشید، درست بشینید، رأس همون 4 ساعت اقدام بفرمایید. به هیچ بچه منل وجود، حتی 5 دقیقه بالا 5 دقیقه پایین برای آزمونتون در نظر نگیرید. حالا بماند که بعدش ترجیح میدی که اگر زمان کم اومد، خدای نکره که امروز میخوام در موردش به قول معروف در موردش که میخواییم حالا تحلیل بیشتر بکنیم، میخواییم ببینیم کجا وایسادیم، یکم بررسی بیشتری بکنیم در مورد سوال، اون ایرادی نداره. ولی شرط ذهنت به این باشه که آقا 4 ساعت، 8 تا 12، نه 9 تا 1، 8 تا 12. اما اگر میخوای ساعت رو زودتر بکشونی، اوکی، ولی 8 تا 12 باشه. ازت خواهش میکنم زمان هر درس رو، برادر من، خواهر من، برای همون درس اختصاص بده. زمان زیستشناسی رو بده به خود زیستشناسی، مگر اینی که زیستشناسی رو زدی تمام شد، زمان اضافه آوردی، زمان اضافت رو میتونی بدی به درس بعدی یا درسی که به قول معروف احساس میکنی که زمان بیشتری براش نیاز هست، که حالا یه توضیح کوتاه و کوچولویی در موردش براتون میدم. پس قرار من و شما این شد که رأس ساعت فیکس 8 تا 12. این نکته هم نکته یه که مهمه. امیررضا جان من اینجا پرسید آقا خوبه بریم مدرسه قلمچی حضوری بدیم؟ آره بچه ها، من به نظرم هرچه که بتونی مثلا در مورد مسئله آزمون اگر بتونی حضوری تو جمع قرار بگیرید، بچه ها تو جمع قرار بگیرید، به نظرم خیلی خوبه. همونی که عرض کردم بچه ها، یه خودکاری که بچه ها میفته، آدم حواسش پرت میشه، یه رفت و آمدهایی میشه، آدم حواسش پرت میشه. اگر تو جو باشیم به عقیده من بهتر، اگر این امکان رو بعضی از جاها به قول معروف ایجاد میکنم و به نظرم خیلی خوب اگر بتونین این کار رو انجامش بدید در مورد آزمون. آره بچه، یه چیز بامزه براتون بگم. من دفعه قبل میگم متاسفانه این مقداری زمان کام... سلام خسته، زمان کافی نبود برای یه سری از توضیحات، اما امروز جا داره که بعضی از صحبت‌ها رو من بیام یه مقداری گسترشش بدم، یک مقداری مفصل‌تر در موردش باهاتون صحبت بکنم. من دفعه قبل عرض کردم که خیلی از ماها مدرسه می‌ریم، کلاس بیرون داریم، حالا دغدغه‌های خودمون رو داریم که این دغدغه‌ها برای بچه‌های فارغ‌التحصیل خب به مراتب کمتره، بحثی ندارم توش، با کمبود زمان مواجه میشیم بچه‌ها، درسته؟ یعنی واقعا نمیدونیم که به کدوم درس برسیم، چه کار کنیم، چه کار نکنیم. من به شما یه پیشنهادی دادم، گفتم آقا جان شما میتونی بیای مثلا 8 تا درس بر فرض مثال میخوای بدی، اون 8 تا درس رو میتونی 4 تاشو تو آزمون اول بدی، 4 تاشو تو آزمون دوم بدی. بچه ها همیشه یادتون باشه یه ده آباد بهتر از 100 تا شهر خرابه. خواهش میکنم حرفه‌ای فکر کنید، خواهش میکنم حرفه‌ای فکر کنید. عرض کردم با توجه به شرایطی که وجود داره، سلام آریان جان،
عرض کردم با توجه به شرایطی که وجود داره رو تراز و رو رتبه واقعا نمیشه حساب کرد، فقط رو درصد خودت میتونی حساب بکنی. یادت هم باشه به هر حال هر کاری که داری میکنی در راستای روز کنکورته، پس باید خیلی حرفه‌ای تر از این حرف ها نگاه کنی به این ماجرا. و اصلا ذات آزمون یعنی سنجش. سنجش چی؟ یک چیز تکمیل. قبلا عرض کردم خدمتتون آزمونی که بهونه داشته باشه که قربونت بشم، اصلا آزمون